زندگی زیباست اگر زیبا ببینی زندگی زیباست اگر زیبا بدانی با لبخندی پر از عشق نگاهی پر از امید دلی پر از ایمان شادی از شادمان شدن از حرف دل و قلبی نورانی و پر از صفا و دلی با گذشت و سب تا آخرین نفس آری زندگی زیباست بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بیرنده های عزیز شما هموطنان خوبم شما خواهران شما برادران امیدوار هستم که در هر جایی که هستین جور و سعتمند و پیروز و موفق باشین خانواده محترم، خواهرای عزیز، برادرای گرامی، چیال حال احوال دارین؟ خوب هستن، جور هستن، سردمن هستن؟ خدا را شکر میکنیم و بسیار خوشحال هستیم که امروز هم در جمع ما هستن. ما با برنامه روشنا مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. راستی ما همیشه گفتیم که برای ازی که بتانیم به یک هدف برسیم باید انگیزه داشته باشیم. باید تلاش کنیم کوشش کنیم تا اینکه که بتانیم به او هدف خود ما برسیم اما میخواییم برایتان بگوییم که برای رسیدن به هدف تنها انگیزه و کار و تلاش کفایت نمی کنم. بلکه باید مکملی هم همراه او باشه یکی از مهمترین مکملهای رسیدن به هدف شما صبر و گذشت هست بله صبر و گذشت چرا؟ به خاطر از اینکه در این راهی که ما میخواییم به هدف برسیم بسیار سختی ها و مشکلات و موانع وجود دارم پس اگر صبر و گذشت نداشته باشین نمیتونیم به اهداف خود ما برسیم پس عزیزان بیننده بیایم صبر و گذشت را همیشه و همیشه در مسیر زندگی خود ما قرار بدیم و ایره بفامیم که در قرآن هم آمده که زیباترین و نیکوترین پاداش را ما به سابرین خواهیم داد پس چه اجر بزرگی برای صابرین در قرآن آمده بسیار زیبا اما همراه شما عزیزان هستیم در استودیوی برنامه روشنا و منتظر کارشناس برنامه هستیم بعد از یک وقفه از ایشان دعوت میکنیم که به استودیو تشریف بیارند. همراه ما باشین سلام خانواده های عزیز باز هم با نسخه های آسمانی همراه شما هستیم این زربال مسئل را شنیدین که گفتن صبر تلخ است ولی بر شیرین دارد یعنی صبر کردن شاید سخت باشد سنگین باشد اما نتیجه و میوه خوبی دارد حال بگوین نتیجه آن چیز بله موفقیت نتیجه و میوه صبر است انسان برای به دست آوردن پیروزی باید صبر و شکیبایی داشته باشد زیرا کسی که در برابر مشکلات زندگی صبور و بردبار باشد می تواند با حوصله و شکیبایی سر فرصت فکر کند و راه های مختلف را بررسی و آزمایش کند و سرانجام از میان آنها راهی را که به پیروزی می رسد برگزیند حال حتما منتظر هستین که من رمزهایی در مورد صبر براتون بگویم. رمز اول در برابر وظایف خود صبور باشیم همه افراد در زندگی وظایفی بر عهده دارند مانند وظایف نسبت به زندگی و خانواده وظایف دینی و غیره مادران و بانوان و نحوی وظایف خاص خود را دارند مردان و پدران هم همچنین و فرزندان هم وظایف دیگر دارند پس قطعا رعایت وظایف کار آسانی نخواهد بود پس باید در برابر وظایف قوی و صبور بوده تا به مقصد برسیم چرا که هرچه در برابر وظایف صبورتر باشیم در راه موفقیت نیز از سختی ها و استرس های کمتری رنج میکشیم صبر اخلاقی است که باعث می شود. بتوانید زندگی لذت بخشتر و موفق تر داشته باشید خوشبختانه صبر اخلاقی است که می توانید در خودتان پرورش دهید رمز دوم در برابر گپ های انسان های اطرافمان صبور باشیم بسیاری از وقتها افراد دیگر و نزدیکانمان حرف هایی میزنند که از نظر ما بسیار خوشایند نیستند و دوستشان نداریم ولی باید بدانیم حرف حرف است افراد معمولا خیلی مراقب گپ های خود نیستند و در اکثر مواقع سخنانی فکر نشده میگویند اگر بتوانیم با این مسئله کنار بیاییم و ذهنمان آماده شنیدن بدی ها هم باشد یا به عبارتی انتقاد پذیر باشیم دیگر این گپ ها زیاد برایمان سنگین نخواهد بود اگر هم حرفها باعث رنجش شما شدند و شما را ناراحت کردند بهتر است کمی کوتاه بیایید و صبر و خرج دهید بسیاری از مواقع صبوری کردن در این شرایط مانع بسیاری از جگرخونی و خشونت ها می باشد. صبور بودن و صبوری کردن استرس و استراب شرایط محیطی را از بین میبرد. امیدواریم با عمل و این رمزها بتوانیم زندگی صبورانه ای را ایجاد کنیم که به واسطه آن شاهد موفقیت خود باشیم و هم الگویی باشیم برای دیگران در خانه و جامعه صبر است کلید گنج مقصود از صبر به کام دل رسی زود ای دل صبور باش بر احداث روزگار نیکو شود با صبر سرانجام کار تو زندگی صبورانه تان پر از صفا و صمیمیت بله بسیار تشکر از شما عزیزان که همیشه همراه ما هستن و امروز هم با برنامه روشنا و با موضوع کارکردهای تربیتی صبر همراه ما باشین در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم حسنزاده عزیز هستیم دعوت کردیم ازشان که به استودیو ما تشریف بیارن و سلام علیکم خدمتشان و خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم بنده و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم که این برنامه رو میبینن انشالله در هر جا هستن جور و صحتمند و موفق و معید باشن سلامت باشین تشکر بله خانم زاده با توجه به ای که ما در هفته متوالی در صبر صحبت کردیم حالا به اینجا رسیدیم که میخوایم بیایم ببینیم بررسی کنیم که کارکردهای طبیعتی صبر چه چی چیزهایی هست به خصوص در امورات فردی و اجتماعی بله همانطور که در جریان هستم بینندگان محترم موضوع برنامه ای که ما داشتیم مورد بحث میکردیم و در موردش صحبت میکردیم سبک زندگی صبورانه بود که در جلسات قبل ما در مورد نقش صبر در زندگی مهارت ایجاد او و اینکه از تاثیراتی که مثبتی که صبر در خانواده داره ما در جلسات قبل نه. بیان کردیم و امروز آخرین جلسه در به عنوان جنبندی مباحث و نکات میخوایم نتیجه از مباحث قبلی داشته باشیم میخوایم کارکردهای تربیتی صبر رو بیان کنیم در رشد فردی و اجتماعی افراد بله. چه تاثیراتی داره ام. من این نوعی که صبر میکنم در رشد خودم و تاثیراتی که من به اجتماع میگذارم چه تاثیراتی داره و تاثیرات مثبت رو میخوایم مورد بله. بررسی قرار دیم در اکثر باورهایی که امروز غالبا در بین جامعه و بین خانواده ها رواج داره اینه که صبر یک کلمه خیلی زیبا هست آه. و صفت خیلی خوب هست و اینها و به عنوان بیشتر کریشه ای ما از او استفاده میکنیم حال یعنی؟ احسن آه. به چه شکل به این شکل که ما در زندگی خب صبر رو داریم تعریف میکنیم مثلا نصیحت به افراد میکنیم که آدم صبوری باش ولی وقت پای عمل به میایه یک مقدار پای عمل ما ملنگه یعنی در زندگی عملی خود او رو به ندرت اجرا میکنیم فقط مثلا همون ها می داشته و او هم عنوان باشیم و اونم خیلی زیبا همه ما میفهمیم که در هر زندگی لازم هست و باید این رو اجرا کنیم مم. و اگه ما زندگی موفقی داشته باشیم از این نکته باید استفاده کنیم مم. ولی عمل کردن او زیاد بین ما سخته و ما قبول هم دارم بله، خیلی سخت, س... انسان ام. استقامت داشته باشه پشتکار داشته باشه ام. اینها از نکاتی است که نیاز به تمرین داره ولی ما میخوایم بگیم که یک چیزی که باعث میشه که اراده آدم قوی کنه که بره عمل از او ای که واقعا در زندگی آدم صبر معجزه ایجاد میکنه مثل فکر کنیم وقتی مثلا در یک زندگی مثلا یک چیزی معجزه ایجاد کنه دگر. یعنی چه اتفاق خب بزرگی چرا نباید باشه مم. چه اتفاق بزرگی در زندگی ما رخ بده به, وج... به خاطر صبری که ما در زندگی میکنیم خب چون صبر کردن لازمه زندگی چون آزمایشات و امتحاناتی که در زندگی داریم باید حتما صبر رو ایجاد مم. کنیم در خود خب حال صبر ما میگیم باعث رشد فرد وقتی که باعث رشد فرد شد در ج... خانواده و از هم تاثیر گذار هست دیگه بله. وقتی که در خانواده تاثیر گذار بود افراد خانواده و او شخص باعث میشه در جامعه برن دقیقاً. پس این در جامعه هم تاثیر گذاره یعنی همه به هم وصل هستن همونطور که انسان رو خود خود باعث میشه بله. کار کنه در آخر به جامعه موفق می پرمنده بله. و این همه همون نکته ای است که باید ثبت داشته باشه حالا باعث رشد فردی میشه چی مواردی هست بله. ما در جلسات مقدار از نکات رو بیان کردیم چون تکرار مباحث قبل نباشه ما فقط ایمان و یقین رو میخوایم بگیم خب اول اینکه ایمان به خداوند داشته باشیم ده. که ای ایمان ما باعث بشه اراده ما رو بالا ببره و به درجه یقین انسان برسه ده. وقتی که به درجه یقین رسید دیگه احساس کرد که واقعا صبر در زندگی ما تاثیر گذاره ده. میتونه کاری رو انجام بده و میتونه در مقابل مشکلات و روزگار اینجا از شکیبایی از خود به خرج بده صبر یقین صبری که همراه با یقین, یقین باشه همراه با یقین باشه چون درک انسان رو بالا میبره و این رو انسان به ای نتیجه میرسه خداوندی که خالق منه مرا من پرورش میده پس میتانه ای رو درک کنه انسان که میتانه مرا به اسرار من آگاهه مرا همراهی کنه خب ما در کلمه صبر که میخوایم به یقین برسیم و چند نکته رو ما در نظر داشته باشیم در قرآن مجید صبر همراه توکل بیان شده ام. یعنی وقتی انسان توکل داشته باشه صبر میتونه بکنه بله. خب بعدش همراه مثلا شگذاری و با بیشتر از صفات اخلاقی مورد بحقیقا. به کار رفته کسی که صبر داره میتونه عمل شایسته انجام بده ام. به حق کسی رو به زای نکنه و خیلی خوبی های دیگر رو انجام ده و این زمان اتفاق میافته که همراه یقین باشه خداوند متعال در سوره سجده آیه 24 میفرماید و از آن پیشوایانی قرار دادیم از آنان پیشوایانی برای شما قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکنن خب چون شکیبایی نمودن و به آیات ما یقین دارن یعنی چی مم. یعنی وقتی که انسان میتونه یقین داشته باشه که صبر کنه مم. تا وقتی که س... یقین نداشته باشه نمیتونه صبر کنه یعنی به وجود صبر یقین داشته باشه که یعنی اگر من صبر کنم مثلا ن... فردی شناخت و معرفت به خداوند داشته باشه شناخت بیشتر شناخت شناخت بیشت... یقین داشته باشه آره. م... وقتی ایمانش که ایمانش کامل می تن. ایمانش کامل باشه همراه یقین باشه شناخت و معرفت لازم که به دست بیاره اینجا هست که میتونه صابر به یقین برسه و فردی صابر باشه همانطور که ما میتونیم در مثلا پیامبران معصومی چقدر صبوری دیدیم بله بله. خب در امامان معصوم اینها همه کس... افرادی هستند که الگوی ما به صبر رسن و صبر کردن هدایت افراد رو به عهده گرفتن ولی در مقابلش صبر کردن یقین داشتن آه، یقین داشتن. یقین داشتن که تانستان صبر سب کنن خب این یکی از مواردی بود مم. که من انسان نوحی باعث میشه که صبر کنم و به رشد و ایمان من افسوده بشه و به یقین برسم و این صبر کردن رو برای من آسان میکنه خب میخوام مثلا مثلا برای که بتونیم به یقین برسیم باید بیایم مطالعه کنیم در موردش حالا خب برنامه های مثل برنامه های ما مثلا گوش کنن یا تحقیقات انجام بتن نسبت به صبر اینها هم تاثیر گذار هست خیلی تاثیر گذار ولی انسان باید روی ذات خودش بیشتر کار کنه روی خوبی های خودش تقویت کنه این نکته بیشتر تاثیر گذار چون ممکنه آدم هایی باشن اصلا علم نداشته باشن ولی به با اون معرفت و شناخت رسیده باشن چه با افرادی هستن که مثلا علم دارن ولی عجول هستن و علم نمیتونه چیز باشه میتونه تاثیر گذار باشه من علم مثلا از این طرف اون طرف اطلاعاتی رو به دست ببرم مثلا به درجه علمی اضافه بشه در که علمی با عمل باشه دوست. بیشتر او کار کردن نفسفاده نیک روی خود انسان بیشتر تاثیر گذار است تا مطالعه ای که مثلا همراه عمل نباشه دیگه هیچ فایده ای هم دوست. نداره دیگه از موردهایی هایی که باعث رشد فردی میشد همین سب این است که روح انسان رو روان انسان رو باعث میشه آرام باشه از استرس به دور باشه دیگه فرد خودش که صبور باشه آد... ما فکر میکنیم آدم خونسردیه در صورت که او خونسرد نیست او فرد خو... خودنگهداریه خودساختهیه که میتونه به راحتی از کنار مشکلات روان خودش رو استرس وارد نکنه استراب وارد نکنه و اینها جلوگیری کنه و همین از مواردی که در درونش اتفاق میفتد ممکنه استراب داشته باشه یک حادثه یا اتفاق افتاده ممکن روی آزار بده ولی شکایت نمیکنه روح خودش رو خودش آرام میکنه ای از موارد دیگه خب این جور افراد زود اسب... که صبور باشن از روح روان آرام باشن زود عصبانی نمیشن به حتی بیماری هایی که به سلامت جسم اونهای مربوطه کم دچار میشن مثلا افرادی که بیشتر وقتی صبر کنن کمتر به بیماری ها گرفتار آره، میشن مثلا بیماری های قلبی ناشی از استرس زیاد هست خب وقتی که انسان صبور نباشه است... حتی بیخوابی به سراغ او میایه به همه استرس و استرا باعث میشه بر جسم او آسیب بزنه پارسال زدم مثلا یک نفر رو من میشناختم میگفتن که مثلا وقتی که که یک نفر من مثلا روبرو میشم اون مثلا یک گپ به من میزنن که به سر من خوب بد میخوره میگه اگر من جواب از دور نتم استرسم زیاد میشه شب تا صبح فکر میکنم که چرا من جواب از ندادم چرا بهش مثلا نگفتم که این اشتباه چرا از خودم دفاع نکردم اینقدر شب تا صبح فکر میکنه که استرس به خودش ایجاد میکنه میگه کاش که منم لحظه جواب از رو میدادم که غم نبودم این از فکرای کاذب ای هست, هست. این فکرای کاذب است اصلا لزومی نداره که او فکر کنه حالا یک کلام حرف زده یعنی میگه اگر من جواب از او را میدادم راحت تر می, می بودم. دیگه نه استرس می داشتم، نه استرا نه اینکه شب تا صبح فکر میکردم که ای چرا این گپ به من زد چرا من هیچی نگفتمش یامو صبر میشه صبر گذشته همراه با یقین است که نداشته دیگه آره. اف نداشته گذشت نداشته مدارا نداشته آه. که اینجا باعث شده که این از اون کلام او طرف یک کلام مثلا بهش حالا بد به تمام شده ده ده ده. نگزشته به خاطر اینه که این خصوصیات دیگر رو در این وجود ای ضعیف بوده این باید به اون نکات این فرد باید ای مقداری به از اون ن... نکات رو دقت کنه اف داشته باشه گذاشت داشته باشه اینجی است که وقت مدارا داشته باشه او حرف اصلا بهش زیاد مهم جلوه نمیکنه که این شب تا صبح به جوابی که می به بده فکر کنه نهالی. و به خودش ناآرام کنه و استرس وارد کنه دیگه, دیگه از موردی که به فرد باعث میشه که به رشد کنه به وسیله سب اینه که شکست ناپذیر میشه این آدمایی که زیاد توی زندگیشان شکست میخورن یکی از دلایلش حالا ممکنه دلایل دیگری هم داشته باشه ولی یکی از دلایلش که و مهمترین دلیل او هم هست نداشتن همین شکیبایی در کاراشان آه بله چون مقاومت دیگر نمیکنن و ما داریم که انسانی که همراه سختی باشه مثل کسی مثل کسی است که در برابر مشکلات ای پیروز میشه و یک انسانی هست آبدیده. مثلا اجل که میره اول کوره بله آتش بله. میبینه ای صف میشه و پخته می میشه و استقامتش زیاد میشه انسان هایی که در مشقت زیاد میبینن و در حوادث روزگار زیاد ایشان مثلا مواجه هستن اینها آدم هایی هستن محکم تر هستند و استقامتی بیشتری دارن و شکست نمیخورن و این در به بغو قول ما میگیم مشکلات ای رو آب دیده کرده دفتیزن. روزگار این رو ساخته آدلی. یه کلمات خیلی بلی. در زندگی به کار میبرین سختی و مشکلات و گرفتاری ها و اینا دیده دیده شده اینا همه باعث شده که دیگه او نسبت به همه اونا مثلا یک اه... توانایی به دست بیاره و توان... او استعدادی که حتی خودش خبر نداشته پنهان بوده اینجا آشکار بشه مثلا اصلا فکرش نمیکرده با چنان مشکلی کنار بیاد ولی چنان روی خودش رو مثلا نگه داشته و, و روش خودش کار کرده خودسازی کرده خود نگهداری کرده که تمرین کرده, تمرین. تمرین است که, تمرین باید کرده که باید شده که یک فرد موفقی بشه ام. و او شک... براحتی هم شکست پذیر نمی باشه اینجا ما یک خود... نامه از نهج و بلاغ است نام، نامه 45 خیلی فراز قشنگی دارن که امام علی علیه السلام میفرماین آگاه باشید درختان بیابانی درختانی هستن که چوبهای اونها سفتر هستند آه. خب یعنی در... ولی برعکس درختانی که کنار جویبار رشد میکنن پوستشون نازوکن علتش چیه اونها باران دیدن بارانای سرد بله بله. تگرد دیدن آه. به خاطر اون است که استقامتشون بالا شده و به هر وسیله چوب باعث نمیشه که مثلا یک باد بزنه و اینا مقاوم چیزشون... چوبشون مقاومت وقتی در آتش هم گفتن قرار داده بشه شعله ورترن این همه آدم موفقه خوب میسوزه می محکم تره خب این همه آدم موفقه که مشکلات او رو ساخته مم. یعنی شکست ناپذیر میشه ما میتونیم به این آدم موفق رو به همون یک تشبیه که ما یک درخت بیابان مثلا تشبیه کنیم این خودش باعث میشه که او ساخته بشه خوب. پس ما نباید در سختی ها و مشکلات همیشه بنالیم همیشه بگوییم که چرا ما قدر در سختی هستیم چرا قدر ما در مشکل هستیم که این وقت وقتا باید از همون سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات هم شو گزاری کنیم چرا که همون چیزها هست که باعث میشه که ما ساخته شویم ما قدرتمند شویم ما مقاوم شویم نسبت به بسیار بسیاری از مشکلاتی که در آینده مثلا ما دو چهار از اون میشیم اصلا. شاید اگر حال ما قدر مقاومت های ایستادگی نداشته باشیم خب فردا روزم نمی داشته باشیم شکست های در, در مقابل سراب. یک گرفتاری و سختی مشکنیم آدمایی رو شاید دیده باشن خانم زبوری که میگن که ما هیچ وقت شانس نداریم بخت همراه ما نیست همیشه شکست میخوریم ولی ما میتانیم بگیم ای به ربطی به شانس و اقبال و بخت اینها نیست او آ... میگن همیشه فلان کس موفقه خب ایرم دقت کنیم که او فلان کس همه شانس و, شانس و اقبال و بخت همراه او نبوده خودش هم تلاش کرده برای موفقیت های خودش اگه مثلا به یک جایی رسیده تلاش های خودش هم بوده هیچ وقت این رو در ذهن داشته باشیم که راه 100 ساله رو ما نمیتونیم یک شبه بریم بلد. پس باید در این مسیر صبر داشته باشیم، گذشت داشته باشیم که تا به جایی برسیم و به موفقیتی برسیم. این از های فردی بود. اما بحث صبر در رشد اجتماعی رو ما چون وقت زیاد نیست می‌خوایم بیان کنیم یکی که انسانی که داشت به صبر داشته باشه، شکیبایی داشته باشه، به خود خودکفایی میرسه. دیگه محتاج ای و او زیاد نیست الهاز فردی میگه؟ لحاظ فردی چون خودش میتونه مشکلات خودش رو حل کنه ولی آدمی که مثلا همیشه شکست میخوره در کارهای بعدی خودش از, ای از او کمک میطلبه و الان هم دوره که از هر کسی انسان وقت داشته باشه به بلد. انسان بلد. کمک برسانه مم. انسان باید خودکفا بار بیاد چون انسان خودکفا در جامعه موفقه وقتی خود کفا باشی میتانی که کارهای موفقتری رو انجام دی کارهای بزرگتری رو انجام بدی و انسان رو همین صبره که به پرورش میده و به استقلال میرسانه دقیقا اینجا هست که در بر... دیگه خود کفا میشه ام. وقتی هم که وارد جامعه شد او جامعه ای رو بزر... مثلا با کوچیت مشکلی باعث نمیشه که از خود خود برده. مثلا بی خود بشه بگه دیگه دنیا سرم خراب شد و شکایت بکنه برده برده. چون خودکفایی رو در وجود خودش داره ولی دی... خودکفایی بود به دنبال خودش چه مسائل داره الان ما این مسائل برده. رو بیان میکنیم آه. دیگه یکی باعث میشه که رشد سب باعث رشد اجتماعی بشه کم شدن فقر و بیکاری میشه برده. الان ما دیگه همه در تمام جوامع این مشکل رو داریم حسن جامعه ای نیست که بگه که ما هیچ مشکل فقر و بیکاری نداریم بین طبقات ضعیفشون باز هم وجود داره و این هم برمیگرده کسانی هستن که افرادی هستن که حالا تنبلی مثلا ممکنه کرده باشن این تنبلی و سوس بودن در کارها خیلی به صبر رب داره مم. انسان صبور دیگه هیچ وقت تنبلی نمیکنه حتی به مثلا درآمد بالایی نداشته باشه ولی تلاشش رو میکنه می تلاش میکنه کار خود خود می انجام میده خب و هیچ وقت هم این رو انسان در ذهن داشته باشه هرکس دنبال چیزی بره یا اگه همش رو به دست نیاره مطمئن باشه بعضی از اون مقدار رو حتما در زندگی خود به دست میاره این جور نیست که بگیم ما هرچی دنبالش میدویم می و اصلا انگار او رو به دست میاریم نه اگه همه او رو به دست نیارین مقداری از او رو مطمئن باشیم ما در زندگی خودمان به دست میاریم چون هیچ تلاشی بی نیست و هیچ تجربه هم به دست نمیاد مگر که او تلاش خودمان رو کنه ام. مثلا من انسانی که در خانه نشسته خب این جوری میخواد که مثلا موفق باشه ولی باید تلاشی حرکت داشته حرکت باشه خدا برکت. تجربه ای داشته آه. باشه که برای موقعیت های بعدی به درد ای بخوره خب ما در جلسات قبل گفتیم که صبر کردن یعنی مقاومت کردن ایستادگی کردن ام. نه توقف کردن و در جا زدن این تنبلی و سستی و خانه نشینی همون کلمه در هست توقف کردن این کلمه از مخالف با صبر آ تو نمیشه که من میشینم در خانه دیگه صبر خدا میکنم دیگه نه باید حرکت رو انسان در آه. کار خودش داشته باشه مم. و ما الان مثلا همین موضوع رو الان خصوصا مثلا خواسته باشیم در بین جوامع مثلا زیاد اتفاق افتاده بین جامعه میریم افراد میپرسیم چرا بیکار هستی میگه من فرد تحصیل کرده هستم خب موقعیت اجتماعی داشتم مثلا فلان موقعیت کاری رو داشتم بلد. الان اون موقعیت نیه من خانه نشین شدم مم. خب ما میگیم این حرف درست نیست بلد. اگر شما برای رزق حلال خودتان برای خانواده خودتان مم. به هر کاری حالا موقعیت اجتماعی نیست اگه تحصیلات داری او مثلا موقعیت اداری نیست که شما بری ولی میتونی به همون کار, کار پایینتری چیز باشی و اون رو انجام بدی که تا رزق حلال به دست بیاری خب بعضیا فکر میکنن که شغل های پایین تر برای آنها از ارزش و کرامت انسانی اونا کاهش م... بله میده ما میتونیم بگیم نه اصلا به ارزش انسان به اون است که روزی حلال به دست بیاره دكیزمون. فرق نمیکنه که او رو از چه شغلی به دست شغلی؟ بیاره ولی چه ش... ما... همه شغل ها مقدس هم. همه شغل ها مقدس هستن ممکنه یک فردی شغل خیلی خوبی داشته باشه ولی رزق حلالی رزو به دست نیاره مثلا روزی نامش رو به دست بیاره ما میگیم او از کرامت انسانی کاسته نه یه فردی که مثلا کارگری میکنه ام. یا کارهای پایینتر انجام بده خب میتونیم م... بگیم که مدرک عالی داری موقعیت عالی داری بس دیگه به شغل نداره بلکه هر کاری که تو میتونه تامین خانواده رو بکنه او کار رو انجام بده انسان مهم همونه اینکه انسان بیکار نباشه در زندگیش ولی یه کاری بکنه ممکنه او کار پایین برای انسان مشقت بار باشه ولی لازمه برای زندگی انجام بده ولی اگه انسان بیکار باشه یک نوع آسیب های اخلاقی هم که به انسان میزنه این دیگه از همه بدتر هسته که حتی ما داریم و لازمه به دست آوردن سب مبارزه با تنبلی اخوال میگیم چطور مبارزه کنی؟ هوای نفس باعث میشه که انسان بعضی از شغلها رو نری بله. این افول اخلاقی اتفاق افتاد یعنی از لحاظ اخلاقی داره میاد پایین ولی کسی که نه دنبال مثلا از لحاظ اخلاقی شخصیت کاملیه و شخص مثلا که خدا قبول داره مثلا ایمان داره به روز جزا و اینا هیچ وقت بهش شخ مطرح نیست من تا یک پیشنهاد دارم برای کسایی که میخوان دختر مثلا ازدواج کنه دخترشان بفهمن که این آقا پسر که اومده به خواستگاری این جوان اهل کار هست یا نیست حالا ممکنه موقعیت شغلی خوبی داشته باشه امه. فرد تحصیل کرده باشه به فلان امه. اداره کار کنه یا مثلا وظیفه خیلی خوبی داشته باشه به یا معلم باشه یک سوالی از او بپرسن اگه زمانی بود چون رو همیشه روزگار به یک جور پیش نمیره مقطعی از زمان به بر... مثلا وفق مراد است گاهی وقتا بر ضدش خب حال زمانی بود که اصلا ب... بر ضد او بود آه. نتونیس او موقعیت اجتماعی رو ب... قرار دلی. بگیره این باید چه کار کنه ببینید آقا چند جواب میده آیا میگه قرض میکنم خرج خود تامین میکنم آه. یا نه صبر میکنم کار خوبی پیدا بشه آه. رزق خود مثلا کار خوب پیدا شد بعدش کار میکنم یا افراد خانواده خود خور به کار میفرستم ما همچین جایی داریم که وقتی موقعیت خوب برای آقا نبوده از افراد خانواده خود خواسته به سر کار برن چون فکر کرده که افراد بقیه برن شنم بیشتر حفظ میشه آه. در صورتی که این مورد برعکس اتفاق آه. میفته اگه این فرد جواب ای به این صورت بود ام. که اگه هر کدوم از این ستا بود که دیگه این فرد موفقی نخواهد بود بله. ولی اگه برای تامین عزینه خود خود ام. گفت که من با فلان مدرکی که دارم ولی هر مدرک با هسته با مدارکی که دارم با موقعیت اجتماعی خود دارم ولی کارگری هم میکنم اگه لازم بشه ام. که رزق حلال رو به دست بیارم و تامین زندگی خود کنم ما میگیم ای فرد مو فرد موفقیه بله. نه تنها فرد خانواده و جامعه اصلا و همه اینها داره رشد میکنه در کنار همچی خب ولی الان هم ما داریم شرایط کشور عزیز ما طوری هست که بیشتر خانم ها مثلا به طوری هست که بقیت شغلی خود خو خب وظیفه ای که قبلا داشتن حال ندارن و ما حتی برای اینها بیان میکنیم که با وجودی که خیلی ناراحت کننده چون سر وظیفه میرفتن درآمدی دیشتن کمک خرج خانه بودن حال چنین موقعیتی نیه آیا باید دست رو دست بگذارن و سب کنن و قول ما انگار در زد بزنن بله. ما میگیم نه همینا هم باید استقامت کنیم حتی میتونه بره مورد بستگی به شرایط فرد راهکار راه برون رفت از این برای. مشکل رو بیان کنیم برای. الان ما داریم که مثلا در تمام دنیا این شق مطرح شده مشاغل خانگی <متحد> در همه جای دنیا هست خب حال خانمی هست الحمدلله خانم های کلا کشور ما جوری هستند که میتونن کارهای هنرمند هستن هنرمن خیاطی قالی بافی گلدوزی زیدی که داریم چقدر احسن. هنرهای دستی بسیار زیبا از همین هنرهای دستی در خانه تهیه کنن و ای رو به بیرون خانه مثلا عرضه کنن و باز هم کمک خرجی برای خانه باشه و درست درآمد او وظیفی که میرفتن نداره ولی باز هم هم از لحاظ روح و روان انسان هم ای که باعث شده مقاومت کنن در این شرایط برای انسان کمک میکنه حال فردی میگه من تخصص دارم میگن که مثلا این ش... موارد رو بلد نیست و مثلا خصوصا دختر جوان بلیم. جوانان امروز خب به اینها میگه و هر فن و مهارتی که در خانه به وجود میایه در عرض سه چهار ماه انسان میتونه او رو یاد بگیره بله. خب آدم سه چهار ماه این مهارت رو یاد بگیره چی خوبه که او رو در خانه به عنوان مشاغل خانگی او رو استفاده بله. کنه و این خود مقاومت کردن میشه در شرایط کنونی بله. حتی من خودم کسی رو میشناسم که ایشان میگن ما در شرایط کرونا باعث شد که همسرم بیکار بشه خرجی نداشتیم به خانه ما باعث شد که ق... 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 چون غذای درست کنم در خانه خانه و زور همسر این غذا رو ببره بیرون از خانه به مغازه داره چون غذا هم غذای سالمی بود بله بله. هم با هزینه کمتری میشد تهیه کنه و باعث شد چنان کار ما رو بگیره که کل تامین همز... هزینه خانه رو از همین طریق انجام بدیم آه. یک فکر کوچیکی یک فکر اقتصادی اقتصادی یک. که, ای. خیلی خیلی شاید از نظر ما کوچیک باشه ولی بله. بله باعث شد کل خانواده خود, خود در این دوره بگردونه این خودی باعث شد خانواده خود حفظ کنه خب ما وقتی وقت زیادی فکر نکنیم پنج دقیقه فرصت داریم خب ما این موارد رو بیان کردیم برای صبور بودن در خانواده ولی چند چیز دیگه هم هست وقتی که برای رشد اجتماعی زمانی که انسان به فکر صبر و استقامت باشه شرایط او جوری میشه که جامعه رو سالم میکنه از شرایط اقتصادی بله بله. دیگه فردی که صبور هست نمیاد گران فروشی کنه در فروش اموال خود دروغ ام. خدای نکرده بگه اینها همش باعث میشه که به شرایط اقتصادی کمک کنه به شرایط اجتماعی کمک کنه و در گفتار و کردار خودش ای یک فرد عصبانی و مثلا به هر اجتماع بله بره هر بله. چی بیروش به قول ما ناسزای چیزی بگه نیست بلکه یه قدرت خود کنترل در خودش داره و ای هم همون نکته قدرت صبر اونه که باعث میشه این خود کنترلری رو در خودش ایجاد کنه آه. حتی مدارا کردن با افراد جامعه بری و راحتتره مثلا در, در شغل خود در کنار افراد قرار میگیره در خانواده ده و بین که مدارا میکنه یک سازش ایجاد میکنه و کوشش میکنه که مثلا هم او در آسایش و آرامش کار خود پیش ببره هم خودش احسن. حتی همچین افرادی رو ما داریم که زود در جامعه قضاوت نمیکنن و چه قضاوت های نابجای باعث سوی زن شده و حتی باعث شده یک فرد بیکار بشه یا در یک اجتماعی به انسان به یک فردی سوی زن پیدا کنه و شخصیت او کوچیک بشه و این افراد دیگه صبور هستن اول میگن که باشه ببینم این اتفاق افتاده یعنی قضاوت اینا و ارزیابی نه از بله. یک فرد به صورت ساده نیست خب اجر پاداشت و اخروی هم که ما در جلسات قبل خیلی بون اشاره کردیم که پاداشت صابران رو میتونیم در یک جمله بگیم که خداوند گفته بدون حساب برای و قرار دادیم بح بح. همه اینها باعث میشه مم. که فرد فرد صبوری باشه و انگیزه بشه برای انسان که یک فرد صبوری باشه مم. چی اون نکاتی که در زمینه فردی وجود داره چه در اجتماعی وجود داره و چه نکات اخروی که پاداشی که برای انسان مم. قرار داده میشه ما میتونیم بگیم حتی همین مواردی که در زندگی شخصی در زندگی اجتماعی باعث شد که تعاملات او خوب بشه و این صفت پسندیده و اخلاقی برای او جا بیفته بتونه این رو در کارهای خروزمره خود خوب پیاده کنه انشالله که ما هم جز همو افراد باشیم که از صابرین باشیم و صبر رو در زندگی خو عملی اجرا کنیم یامین و چقدر هر فرد نسبت به جامعه خودش بر حال مسئول مسئولیت مسئول. دارد تشکر خانم حسنزاده عزیز از حضور شما خدافیزی میکنیم و بر حال برنامه سب هم به پایان رسید انشالله با یک موضوع جدید با در خدمت شما خواهیم انشاء. بود از زن بیننده تشکر و قدانی از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودین اما این یادتان باشه که هر چیزی که رقم میخوره برای ما و هر چیزی که پیش میایه برای ما همه به دستان بزرگترین نویسنده عالم ثبت است و هیچ چیزی هم به ازن او رقم نمیخوره همیشه و همیشه پیروز و موفق باشین و از آن به وقت کابل هم نزدیک هست امیدوار هستیم که ما دعای خیرتان فراموش نکنیم خدا نگهدارتون <applause>